کمک منمی بینم که اینجا در برنامه سیاه و سفید تولونیوز زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین از کارهای 16 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد میکنند، اما بر حضور و حمایت آمریکا از افغانستان تاکید میورزند. 16 سال تلاش ما نشان داد که ایالات متحده آمریکا در مبارزه با پاکستان ناپایگیر و دارای یک استراتژی اشتباه آمیز بوده است. در رابطه یا در سیاست آمریکا در افغانستان نواقصی بوده در این شک نیست، اشتباهات صورت گرفته در این شک نیست. آقای خلیلزاد میگوید که آمریکا خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما گروه های زیر نام جهاد، مقام هایی که در قدرتند اما برای استخبارات بیرونی کار میکنند، بیکاری و بیعدالتی علت های اصلی ادامه جنگ در افغانستان هستند. یک تعداد جنگ میکنه اینجا از خاطر که جاسوس هستن، پیسه میگیرن از تشکیلات استخباراتی کشورهای دیگه و بدبختانه بازشان حتی در مقامات هم بدبختانه هستن. در حالی که آقای اسپنتا خواهان انتخاب سیاست بیطرفی افغانستان در روابط بیرونیش است، اما آقای خلیلزاد میگوید که در شرایط کنونی سیاست بیطرفی و دوری از آمریکا به سود افغانستان نیست. من اعتقاد دارم که ما باید به سوی بیطرفی بریم و دلیل این که اجماع بین المللی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان در هم شکست است. آیا این بیطرفی چه معنا داره؟ عملا خواهی ما میگیم امروز شو خود افغانستان استاد جواب بگه ما بیطرف هستیم، سبا ایزی عسکر امریکا رو میگه برای عزیزه؟ سبا معاش شکست دیگه میده؟ در این گفتمان آقای خلیلزاد برخلاف صحبت‌های چند روز پیش آقای کرزی میگوید که روسیه برای افغانستان صلح آوردن نمیتواند و این گونه دیدگاه‌ها احساساتی هستند.